سلام بچه ها، من خودم هستم. امروز اومدم با یه ویدیو خفن تایناتوه دیگه. قرار با همدیگه گیج نشیم. حالا گیج نشیم یعنی چی؟ یعنی قراره یه سری ویدیوها عکس ببینیم که نمیفهمیم چه اتفاقی توشون افتاده. هی باید دقت کنیم بفهمیم جریانش چیه. حالا من خودم به شخصه تو حالت نرمال خیلی از ویدیوها رو میبینم، اصلا نمیفهمم جریانش چیه. باید دقت کنم، دوبار ببینم، سه بار ببینم. حالا فکر کنم ویدیوهای گیج کننده هم باشه دیگه، چه شود؟ اگه هم تا الان کانالم سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب کنید دیگه، خودتون هم میدونید دیگه. هی یوتیوب میپرونه چون با وی پی ام میایین و از این جور داستانا. بعد دیگه اون یه لحظه اینجوری فرت که میزنی سابسکرایب میکنی، همون فرته کلی حمایت میشه از من. پس انجام بدید لطفا. حالا بریم سراغ ویدیو. وات میچرخونه هر وری میکنه فلش اونوری میشه؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ ای ببین، یعنی با این حالت اینجوری اینجوری روش برای ما خطای دید ایجاد میکنه. ای آدم عوضی، تو آینه برعکس میشه دیگه. خب قطعا همه چی تو آینه برعکس میشه. چه باحاله، خیلی جالبه ها. مگه داریم؟ خیلی چیز خفن و عجیبیه. من بازم نفهمیدم چی شد، با اینکه این همه دقت کردم ولی بازم نفهمیدم. اینو میچرخونه فلش اینوری میشه، بعد اونوری میشه. یعنی با یه موج اینجوری اینجوری انقدر تاثیر داره؟ نمیدونم. چی شده؟ ای هواپیما انگار ثابت وایساده سر جاش، ماشینه داره ازش رد میشه. ای اصلا روش هم این وریه. مگه داریم یه همچین چیزی؟ مگه میشه هواپیما وایساده سر جاش؟ سیریز شده؟ هلیکوپتر هم اینجوری سر جاش وای نمیسه، باید هواپیما اینجوری سر جاش وایساده. من رسمن گیت شدم. حتما یه توضیح علمی داره این هواپیما، تو کامنت ها بهم بگید اگه میدونید، من از گیجی در بیارید لطفا. اینا چیه؟ شبیه چیز شده؟ این دایناسورا بود که گیاه خورن گردنشون درازه. چه با منزن، چرا دندقب میرن اینا؟ واقعا چرا دندقب میرن؟ چی میشه که دندقب میرن؟ بعد من الان اسم این حیوانه هم نمیدونم، میمونه چیه؟ میمون که نیست، این از ایناست که تو ماداگاسکار اینا پیدا میشه. بعد چرا دنده عقب میرفت؟ میگم و نکنه ما رو سر کار گذاشتن فیلمو برعکس کردن. مگر چه دلیل داره یه حیوان اینجوری دنده عقب بره؟ وات؟ یعنی چی؟ این دندن کجا میرن؟ این پولی که زیرش خالی آبه، بعد اینا انگار دارن میرن از این زیر لد میشن، رد میشن، بعد هیچی اون زیر نیست. مگه میشه؟ یعنی چی؟ من واقعا نمیفهمم یعنی چی. شاید حدس میزنم و حالا الان با این چیزی که دیدم و دقتی که کردم، این مثلا خیلی ارتفاعش بیشتره، بعد از این یه زاویه فیلم گرفته که اینجوری به نظر ما میاد اینا دارن میرن اون زیر، ولی در واقع یه جاده دیگه یه چیزیه، غیر از این نمیتونه باشه. حیوانا چشونه؟ این هم که در جا وایساده داره بال میزنه همجوری. حیوانا واقعا چشونه؟ چی زدن؟ شاید مثلا داره باد میاد، بعد این زورش نمیرسه باد رو رد کنه، همجور داره در جا میزنه. بازم اگه شما میدونید دلیلشو به من بگید، من واقعا گیت شدم. چه سه تا پا داره؟ کوزه است. چه جالب، دقیقا رنگ این کوزه شبیه جوراب شلواری شده، انگار واقعا پاشه توی نظر. ولی آقا سینا، با این چیزا نمیتونی منو گیج کنی. رو هوا بایستانه؟ مگه داریم انقدر استتار خوب؟ یعنی این شلوارش، حالا اون جوراب شلواریش پلنگیه، بعد قشنگ و سطح زمین استتار شده، انگار اصلا شعبده بازی چیزی کرده بعد رو هوا وایستاده.
آها این سطلم انگار دچار جادو و جمل شده رو هوا وایستاده، ولی نه اصلا اینجوری نیست. این جلوترش انگار یه آبی ریخته خیس زمین، بعد یه جوری شده از این زاویه نگاه میکنی انگار سطل رو هواست، اینم سایش رو زمین، ولی در واقع سطل عقبتره، این آبم که ریخته زد جلوتر. من خیلی باهوشم. شوخی میکنی؟ چه حالی میکنه؟ نه اصلا حال نمیکنه، یخه بالا سرش؟ چه اینجوریه؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم چرا انگار تو آبه، بعد تو آب انگار تو ساحله. وا اینجا دیگه کجاست؟ بعد انگار بالا یخ زده بود. چی شد؟ تو آب شیرجه زد تو آب دوباره؟ اصلا یه همچین چیزی میشه مگه؟ بعد اصلا انگار بالا یخ زده بود، بعد انگار تصویر برعکس بود، این بر تو ساحل بود ولی تو آب بود، بعد دوباره شیرجه زد تو آب. تونستی بیجم کنی؟ چی شده؟ فکرم تو ژاپنه. این ژاپنیا همه چیشون عجیب غریبه، انگار داره صاف میرن بالا. یعنی این اگه خطای دید باشه باید چشمای ما رو در آورد انداخت دور. مثلا ما داریم یه جاده رو اینجوری صاف میبینیم، عمودی میبینیم، بعد ماشینا عمودی دارن میرن بالا. من موندم چشای ما چقدر باگی داره. چه خوشگله اینجا. پلی نکرد. ابرا انگار موج دریا شدن. چقدر ولی این رنگ خورشید قشنگه. ای بابا. یعنی دیگه اینا همه فکر کنم بدونن من عاشق غروب خورشید و اون رنگا و نورایی که میده تو ابرام. اگه اینستاگرام منو فالو کرده باشین حتما از استوریام فهمیدید که من چقدر آسمون و غروب رو دوست دارم. انگار سگه عینک زده، چه بامزه. ولی خب مثل اینکه کله یه خانومیه که عینکشو گذاشته رو سرش. ولی خب طرفی هم که عکس گرفته چه تو تایم خوبی، چه تو زاویه خوبی عکس گرفته. قشنگ انگار یه سگ اینجوری عینک آفتابی زده، خیلی شیک نشسته. ها؟ تو کیسه پر آب، بعد مدادها رو رد میکنه، هیچ آبی هم نمیزنه بیرون. بچه‌ها دیگه چه اتفاقی بیفته؟ بعد این همه مداد، جنس اون پلاستیک از چیه که نشینه میکنه؟ فقط به همون اندازه که مداد سوراخ کرده انگار باز میشه، بعد مداد فیکسش میکنه، آب نمیزنه بیرون. من ندیدم تا حالا همچین پلاستیک. چقدر نازه. یعنی این الان بغلش ابره، بعد ابر عین موجه. موجیه، نفهمیدم چیه ولی خب معلوم بود ابره. ابر قشنگ اینجوری حالت موجی گرفته بود به خودش. واو چه خوب زوم میکنه. یعنی چی؟ قشنگ میتونه اسپای کنه آدم ها. همه آدم قیافه هاشون هم معلوم شد. جلال خالق نگو بیشتر از این میخواد زوم کنه ها. نگو سالا میره گوشی دست یارو رو نشون میده. بسته دیگه. چی شد؟ فکر کنم میخواد باز بیشتر زوم کنه. بعد الان اینو تو آسمونم بگیری میشه دید چیزی رو. برام جالب شد. واو یعنی واقعا واو. این ویدیوها رو باید تو Try Not To Say Wow میذاشتیم. مثل قالیچه پرنده علاءالدین شده. اونورش ولی انگار یه پرچم این چیزیه، سایش دقیقا افتاده اینجا مت شده با این فرشه که زیر پای زن است و میکروفونش. قشنگ این خطای دید رو ایجاد میکنه که انگار این رو هواست. خب بچه این ویدیو Try Not To Be Confused هم خدا رو شکر تموم شد. یعنی من پدرم در اومد سر این ویدیو ها تقریبا هیچ گونهش رو نفهمیدم و تقریبا همه اکس ها رو فهمیدم. و شما اگه ویدیو ها رو فهمیدید چی بود جریانش تو کامنت ها بهم بگید حتما. اگه هم خوشتون از این ویدیو حتما لایک کنید.
آقا اصلا به قول امیر توسلی اگه لایک های این ویدیو بشه 3000 تا من پارت بعدیشو سری میسازم، پس اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید که لایکاش بره بالا من پارت بعدیشو بسازم. مرسی ازتون که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو دیگه خدافظ.